27 روز اردیبهشت ماه برابر با 17 می، روز جهانی ارتباطات. پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل به موجب تصمیم کنفرانس عمومی نمایندگان دولت‌های عضو، اتحادیه بین المللی ارتباطات دور که سالها پیش از ادغام اتحادیه تلگراف بین المللی و اتحادیه رادیو و تلگراف بین المللی به وجود آمده بود، به صورت نهاد تخصصی سازمان ملل درآمد و این روز در واقع به منظور یادآوری برای پیشرفت ارتباطات نامگذاری شد. از آن زمان تا کنون این سازمان جزو مؤسسات ویژه سازمان ملل متحد به شمار می آید و ایران هم یکی از کشورهای عضو این اتحادیه است که سابقه عضویتش به بیش از 100 سال پیش باز می گردد. سال 1297 خورشیدی برابر با 1900 میلادی، زادروز روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران. هرچند اطلاع چندانی در مورد دوران کودکی روح الله خمینی در دست نیست، اما بنا به اسناد و اعترافات برادرانش، در اصل پدر روح الله خمینی از شهر کوچکی به نام کینتور واقع در ناحیه اوده هندوستان بود که به ایران مهاجرت کرد و در ایران به هندیزاده معروف بود. به هر حال مصطفی پدر خمینی ساکن خمین شد و 5 ماه پس از تولد او در مسیر خمین به عراق مورد حمله قرار گرفت و با اصابت چند گلوله کشته شد. با کشته شدن پدر، سرپرستی خمینی به 3 زن یعنی دایه، مادر و عمه‌اش واگذار شد که مادر و عمه او هم در سالهای شیوع بیماری وبا درگذشتند. روح الله خمینی تحصیلاتش را ابتدا در مکتب محلی، سپس در خمین و مدرسه سپهدار عراق و سرآخر در حوزه علمیه قم ادامه داد و پس از پایان تحصیل برای سالهای متمادی در همان شهر به تدریس مشغول شد. خمینی جوان در سالهای سلطنت رضاشاه هیچگاه آشکارا وارد صحنه اجتماعی نشد و در سالهای فعالیت محمد مصدق و ملیگرایان هم خمینی تمایلی به فعالیت‌های سیاسی نداشت، زیرا معتقد بود هر گونه جنبش، مبارزه و تغییر میبایست توسط یک روحانی دینی هدایت شود، حالانکه اغلب ملیگرایان را افراد سکولار تشکیل میدادند. سرانجام آرام آرام از اوائل دهه 40 روح الله خمینی با کمک نیروهای مخالف محمد رضا شاه و تمهیدات دول خارجی پا به عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی گذاشت و در سال 1357 نظام پادشاهی ایران را سرنگون و جمهوری اسلامی را تأسیس کرد. سال 1317 خورشیدی برابر با 1938 میلادی، کار ساختن تونل کندوان به پایان رسید و توسط رضا شاه افتتاح گردید. تا پیش از احداث این تونل، راه کرج و چالوس در حدود 5 ماه از سال غیر قابل تردد بود. بنابراین به ناچار احداث تونل در ارتفاع بالایی از کوهستان و در مکانی بسیار سخت گذر و با تجهیزات ابتدایی آغاز شد و به خاطر اهالی روستای کندوان که در همان حوالی ساکن بودند و مایحتاج کارگران را تأمین می کردند، این تونل کندوان نام گرفت.